فرمان اسکیل انتیتیز برای تغییر مقیاس و چندین برابر کردن پروفیل در محیط اسکچ از فرمان اسکیل انتیتیز استفاده می‌کنیم. در مرحله اول پروفیل رو ایجاد کردم و می‌خوام از اسکیل انتیتیز این پروفیل رو چندین برابر کنم. برای دسترسی به فرمان اسکیل انتیتیز چندین روش وجود داره. روش اول در نوار کامند منیجر و سربرگ اسکچ بر روی مثلث مشکی رنگ آیکون موو انتیتیز کلیک میکنم. لیستی به من نمایش داده میشه. در این لیست بر روی اسکیل انتیتیز کلیک میکنم. روش دوم در ناحیه گرافیکی کلیک راست میکنم. نشانگر موس رو بر روی اسکچ تولز قرار میدم و در اینجا بر روی اسکیل انتیتیز کلیک میکنم. روش سوم در نوار منو بر روی منوی تولز کلیک میکنم. اسکچ تولز رو انتخاب میکنم و در این قسمت و لیستی که به من نمایش داده میشه بر روی اسکیل انتیتیز کلیک میکنم. پس از فعال شدن این فرمان کادر اسکیل در سربرگ پراپرتی منیجر برای من نمایش داده میشه. در این قسمت سه دکمه قرار داره. دکمه کیپ ویزیبل کادر اسکیل رو برای من باز نگه میداره. کنسل کادر اسکیل رو میبنده و اوکی تایید تنظیمات رو برای من به عهده داره. انتیتیز تو اسکیل در این قسمت کادری قرار گرفته که پس از انتخاب موضوعات و قسمت‌های پروفیل عناوین این قسمت‌ها در این کادر نمایش داده میشه. من به روش درگ کردن یعنی فشردن موس این قسمت‌ها رو انتخاب می‌کنم. لاین 1، لاین 2، لاین 3 و لاین 4. در ناحیه پارامترز کادری قرار گرفته اسکیل اباوت. این کادر باید نقطه رو تعیین کنه، یعنی تغییرات ما نسبت به یک نقطه‌ای باید انجام بشه. من این نقطه رو انتخاب می‌کنم. در این کادر اسکیل فاکتور باید مقیاس بزرگنمایی رو تعیین کنم. مقیاس بزرگنمایی رو من در اینجا 3 باقی می‌ذارم یا میتونم به 2 کاهش بدم یا حتی کمتر. و در این قسمت تعداد الگو برداری رو میتونم مشخص کنم. اگر کپی فعال باشه بعد از اوکی کردن پروفیل اولیه باقی میمونه و پروفیل بزرگ نمایی شده به صورت کپی ایجاد میشه. ولی در غیر این صورت فقط پروفیل اصلی کم رنگ میشه و پروفیل نهایی به رنگ آبی تبدیل میشه و تعداد الگو برداری و در این قسمت نداریم. برای تایید نهایی بر روی اوکی کلیک میکنم. متوجه میشیم که پروفیل من مقیاسش تغییر کرد. دوباره اینو تغییر میدم به 2 برابر. بر روی اوکی کلیک میکنم و یا اینجا کپی رو فعال میکنم مجددا. تعداد الگو برداری 2 و این عدد رو تغییر میدم. بر روی اوکی کلیک میکنم. برای بستن کادر اسکیل کلید اسکیل و صفحه کلید رو میفشارم. 3 الگو در این قسمت ایجاد شد. الگوی اول، الگوی دوم و الگوی سوم. در نهایت در این آموزش یاد گرفتیم که برای تغییر مقیاس و چندین برابر کردن پروفیل در محیط اسکچ میتونیم از فرمان اسکیل انتیتیز استفاده کنیم.